سلام، من زوس هستم. آره، خدای خدایان. خب ببینیم، فاطمه زهرا کی به دنیا اومده، بابا مامانش کیا بودن، کی ازدواج کرده، زندگی او قبل و بعد از ازدواج چطور بوده، چه الگویی برای زنان مسلمان بوده و چطور از دنیا رفته. روایات فراوان از کتب شیعه و سنی در دست هست که یا میگه نطفه فاطمه در شب معراج پیامبر در آسمان بسته شده، و یا اینکه میگه پیامبر یک سیب از بهشت ورداشته خورده و خلاصه نطفه فاطمه از اون سیب بهشتی بوده. خلاصه مجموعه این روایت ها نشون میده که فاطمه بعد از معراج، یعنی بعد از بعثت به دنیا اومده، و باز طبق روایات دقیق تر در سال پنجم بعثت به دنیا اومده. خود مسلمان ها میگن محمد 40 سالگی مبعوث شد و خدیجه هم که 15 سال از محمد بزرگتر بود، خدیجه سن مامان محمد رو داشته، 5 سال بعد از بعثت که گذشته باشه ها، سرانگشتی میشه فهمید که اون موقع خدیجه 60 سال سن داشته که فاطمه به دنیا اومده. او زن 60 ساله دیگه یائسه است و توان بارداری نداره. این توجیهات مسلمان های عزیز که میگن اون موقع توی بیابان های عربستان از دختر بچه 9 ساله تا پیرزن 60 ساله همه باردار میشدن و بچه می آوردن، این توجیهات بچگانه کشکه. واقعیت اینه که در اون دوران طبق روایات خود مسلمان ها فرزند خواندگی در میان اعراب خیلی رواج داشته. منطقی تر اینه که تصور کنیم که فاطمه فرزند خوانده محمد و خدیجه بوده، تا اینکه قوانین طبیعت رو جابجا کنیم و یک زن 60 ساله رو باردار تصور کنیم. نه، پس بابا مامانش کیا بودن؟ میگیم نامعلومه. کی ازدواج کرده؟ در روایت آوردن که در سال دوم هجری با علی ابن ابی طالب ازدواج کرده، یعنی در موقع ازدواج فاطمه 9 ساله بوده. مسلمون ها سال فوت خدیجه همسر پیامبر رو سال 10 بعثت گفتند، یعنی فاطمه از 5 سالگی بی مادر یا بدون مادر خوانده بوده تا 9 سالگی که ازدواج میکنه. در واقع او از کودکی به کودک همسری ارتقاء درجه پیدا کرده. برخلاف زندگی محمد و علی و حسن و حسین، زندگی فاطمه واقعا مظلومانه بوده. او مورد ظلم خانواده خودش و اون فرهنگ زمان خودش بوده. در کتب شیعه و سنی روایت های فراوانی به این موضوع اشاره کرده اند که متاسفانه فاطمه در کودکی از پس از فوت خدیجه تا قبل از ازدواج با علی مورد آزار جنسی محمد پیامبر اسلام قرار می گرفته. او البته مسلمان ها از عبارت آزار جنسی استفاده نمی کنند، اما اون رفتاری رو که در روایات آوردن که محمد چگونه با فاطمه رفتار می کرده، بیشک اون رفتارهای محمد کودک آزاری و تعرض جنسی به کودک محسوب می شه. این رفتارها رو، این تعرضهای جنسی پیامبر به فاطمه رو هم کتب روایات شیعه گفتند و هم کتب اهل سنت. تعدادشون زیاده. مثلا کتاب بهارالانوار از امام باقر و امام صادق نقل کرده که محمد هر شب نمی خوابیده مگر اینکه یضع وجهه بین ثدی فاطمه. با عرض معذرت، پیامبر نمی خوابیده مگر اینکه صورتش رو بین دو پستان فاطمه می گذاشته. صدی یا صدی، هر چی که هست، دقیقاً به معنای پستان زنان هست. مشابه این حدیث در کتاب مناقب آل ابی طالب هم دیده میشه و همینطور در کتاب کشف القمة فی معرفت الائمه و در کتب‌های دیگه شیعیان. و پاسخ آخوندها هم معلومه دیگه، میگن تمام این روایت ها چیه؟ ضعیفه. اتفاقا وقتی یک ماجرایی در چندین کتب شیعه و سنی از راویان مختلف نقل شده باشه، خود حضرات میگن این نشون میده که اون ماجرا و اون روایات صحیح و معتبرند. از دیگر موارد توجیه آخوندها اینه که گفتن خب دختر انسان محرمه و این رفتاری که محمد داشته اگر به قصد شهوت نباشه مشکل شرعی نداره. بله، حضرات درست میگن، از نظر شرعی دیدن تار موی نامحرم حرامه، اما هر گونه بر رفتن با محارم، لا 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 لا، اگه به قصد شهوت نباشه اشکال نداره.
پیامبر هم که اصلا شهوتی نبوده. قربونش برم هر شب فقط به قصد بوی بهشت ها با صورتش آویزون پستونای اون دختر بچه می شده. واقعا شرم‌آوره. اینکه چون این موجودی پیامبر و الگوی مسلمان ها هست ها، این هم شرم‌آوره. این ماجرا در کتب اهل سنت هم فراوانه. یکیش رو بخونم. در جلد اول اعلام الورا به اعلام الهدا از شیخ طبرسی میگه عایشه به محمد اعتراض میکنه، بهش میگه ای رسول خدا، من میبینم که زیاد دهان فاطمه رو میبوسی و تدخل لسانک فی فیها و زبانت رو در دهانش میکنی. این رفتارها بین پدر و فرزند طبیعی نبوده. و در پاسخ محمد میگه بله، جبرئیل مرا به بهشت آورد و به درخت مبارک نزدیک کرد و از میوه هایش سیبی به من داد و من آن را خوردم، در پشت من نطفه شد و چون به زمین فرود آمدم خدیجه فاطمه را باردار شد. آره، این شده توجیه این که محمد مدام زبانش را در دهان اون دختر بچه میکرده. بله، بگذاریم. محمد 23 سال بعد از بعثت از دنیا میره و فاطمه هم فقط چند ماهی بعد از او از دنیا میره. یعنی فاطمه در سن 18 سالگی فوت میکنه. در واقع فاطمه در سنین نوجوانی فوت کرده. او در سنین 9 تا 18 سالگی 4 تا فرزند آورده و همین. مثل این دختران شاه عربستان هست که آدم فکر میکنه که اونا چه خوشبختهایی هستند، بعد در خبرها میبینیم که در حقیقت اونها توی خونه خودشون زندانی بودند. حالا فاطمه همچنین بوده، ظاهرش اینه که دختر دردانه پیامبر بوده، اما نه، واقعا باید برای زندگی فاطمه قصه خورده که از بچگی تحت ظلم بوده و اصلا هنوز زندگی نکرده، جوان مرگ شده. اما او چه الگویی برای زنان مؤمن مسلمان میتونسته باشه؟ خب در واقع اون فرهنگ اسلامی اون زمان که محمد دست کم گرفتن 4 زن رو شرعی اعلام کرده بود، فاطمه به شوهرش اجازه نداد که زن دومی رو بگیره. در روایات اومده که علی به خواستگاری دختر ابو جهل رفته بود. فاطمه به باباش شکایت کرد و محمد جلوی علی رو گرفت و نگذاشت که علی زن دوم بگیره. این در حالی بود که دختر دیگه محمد، یعنی رقیه که زن عثمان بود، سایت ویکی‌فقه کلی روایت آورده میگه عثمان توی خونه رقیه رو کتک میزده، شلاق میزده. رقیه میومده پیش باباش، پیش محمد و از عثمان شکایت میکرده، اما محمد میگفته چی؟ برای زن شایسته نیست که از همسرش شکایت کنه و امرها به رجوع الى منزله به رقیه امر می کرد که برگرد خونه شوهرش و کتک بخوره و دم بر نیاره. رقیه همسر عثمان و دختر محمد اونقدر از عثمان کتک خورد که مرد. فکر می کنید که محمد با عثمان با قاتل دخترش چیکار کرده؟ محمد دختر دیگه خودش ام کلثوم رو به عثمان داد. به به. و برای همین به عثمان لقب زنورنگ دادن، صاحب دنور، چون دوتا دختر پیامبر رو گرفته. محمد برای دخترای دیگش اینجوری بود، اما برای فاطمه چی؟ علی از ترس محمد حتی نتونست زن دوم بگیره. اینجا فاطمه میتونه الگو باشه برای زنان مسلمان. و مورد دیگه ای که فاطمه میتونه الگویی برای زنان مسلمان باشه ها، اینه که در همون بهارالانوار اومده که وقتی علی رو برای بیعت با ابوبکر بردند، فاطمه از خونه بیرون رفت و گفت اگه علی رو رها نکنید لانشرن شعری، موهام رو پریشون میکنم و پیراهن رسول الله رو بالای سر میگیرم و خلاصه میگه بر علیه شما جنبش و اعتراض راه میدازم. یعنی حتی دختر پیامبر هم به عنوان اعتراض کشف حجاب میکنه، سنت شکنی میکنه. این کارها الگو هستند، نه نشستن در کنج خونه و چادر به سر کردن. و نکته مهمی که دوست عزیزم جناب ایمان سلیمانی امیری به اون اشاره کردند این بوده که نزاعهای مختلف میان علی ابن ابی طالب و فاطمه را کسی کتمان نتواند کرد. از گله فاطمه در زمان خواستگاری علی از او گرفته تا داستان خواستگاری دختر ابو جهل توسط علی که دخالت پیامبر اسلام را در پی داشت. پادرمیانی های عباس ابن عبدالمطلب نیز در دعواهای این دو نشان می‌دهد که یک طرف دعوا اعتقادی به معصومیت و الهی بودن رفتار دیگری نداشته است.
فاطمه اینجا هم میتونه الگوی زنان مسلمان باشه. آخونها دروغ گفتند اگه گفتند که فاطمه مطیع امر شوهر بوده. نه بابا، طرف آدم حتی اگه مثلا امام معصوم هم بوده باشه، بازم نبایدی که انسان مطیع محض یک انسان دیگه باشه، او چه برسه به این که فقط سمت شوهری داشته باشه. روایات نشون میدن که فاطمه و علی بسیار اختلاف و دعوا داشتند، ولی بعد از محمد فاطمه دیگه اون پشتوانه خودش رو از دست میده. بعد از محمد به نظر نمیاد که سرنوشت فاطمه بهتر از رقیه بوده باشه. او البته شنیدید که شیعیان میگن عمر برای اینکه برای ابوبکر از علی بیعت بگیره رفت و در به خونه فاطمه رو آتیش زد و فاطمه بین در و دیوار گیر کرد و در میخ داشت و خلاصه علی هم مثل بلا نسبت بر رو بر فقط نگاه میکرده. این روایت شیعیان هست، باشه. اما چیزی که معلومه اینه که فاطمه مدت کوتاهی بعد از مرگ محمد در خونه علی در نوجوانی میمیره و علی هم شبانه و مخفیانه او رو در جای نامعلومی دفن میکنه و سه روز بعد علی ابن ابی طالب سه روز بعد از مرگ همسرش با خواهرزاده او یعنی عمامه دختر ابوالعاص ابن ربیع به نکاح و زفاف پرداخته است. و خلاص، کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.